درود و مهر فراوان بر شما. در ویدیوهای قبل ما این ماژول رو بررسی کردیم. ماژول 4056 اینجا هم نوشته شده. ما میدونیم روی پایه 2 این آیسی یک مقاومتی وجود داره که جریان شارژ رو کنترل میکنه. حالا ما میخوایم عملا اینو ببینیم. یعنی میخوام این مقاومت که R3 نوشته شده تغییر بدم. ولی قبل از اون من اول با همین مقاومت یک تست انجام میدم ببینم با چه جریانی باتری رو شارژ میکنه و بعد مقدار این مقاومت رو بالا میبرم. کار روی باتری ها و ماژول ها نیاز به تجربه داره. ما میدونیم در الکترونیک دانش تئوری یک چیزه، دانش عملی که بهش تجربه میگیم چیز دیگه. ترکیب ایناست که باعث موفقیت میشه. به ما گفتن که این ماژول میتونه یک باتری رو شارژ کنه. کارخونه سازنده هم گفته روی یک باتری. حالا ما اگه دو تا باتری بزنیم چی میشه؟ میخوایم اینا رو تست کنیم. پس اول تست اولیه رو انجام میدیم و بعد میایم این مقاومت رو تعویض میکنیم ببینیم جریان شارژ تغییر میکنه یا نه. خب من اینجا یک مدار آماده کردم. یک بار یا لود یا مصرف کننده متصل کردم، یک کلید گذاشتم و این باتری رو به ماژول متصل کردم. ولی سیم مثبت جداست چون میخوام مولتیمتر رو حالت جریان بذارم. رو کاغذ براتون بکشم ببینید چیکار کردم، بعدا تست رو ادامه میدیم. خب این ماژول 4056 اینجا اینپوته، ما 5 ولت بهش میدیم با شارژر. به یاد داشته باشید وقتی شما میخواید این ماژول رو شارژ کنید، اگر تا 1 آمپر میتونه بهتون بده، شارژر شما باید 1 آمپر باشه. یعنی اگر از شارژرهای قدیمی استفاده میکنید به جریانش دقت بفرمایید. شاید جریان خروجی 300 میلی آمپر باشه، پس هیچ وقت نمیتونه 1 آمپر بهتون بده تا باتری رو شارژ کنه. از شارژری استفاده کنید که جریان خروجی بالا داشته باشه. یک مقاومتی در اینجا هست نوشته R3. 1.2 کیلو هست. رو پایه 2 آیسی متصله که زیر لوپ بهتون نشون میدم. ما در اینجا خروجی رو داریم مثبت، اینجا باتری مثبت، باتری منفی و اینم منفی. میخوام این مدار رو براتون بگم. من خروجی رو به یک لامپ متصل کردم. اینجا یک کلید گذاشتم. این لامپه و برگشتم رو منفی مدار. حالا روی باتری، مثبت باتری رو در اینجا بهش مولتیمتر متصل کردم. مولتیمتر رو حالت آمپر هست. ما میدونیم پراپ قرمز میاد اینور. حالا سیم دوم مولتیمتر به باتری متصله. اینجا مثبته و اینجا منفی و این منفی اومده اینجا. پس ما میخوایم جریان رو در مولتیمتر ببینیم این ماژول با چه جریانی این باتری رو شارژ میکنه. بعدا میخوام یک باتری هم با این موازی کنم. یعنی ماژول داره شارژ رو انجام میده، من یک باتری دیگه بهش اضافه میکنم ببینم چه تغییری ایجاد میشه. چون به ما گفته شده که این ماژول برای تک سل هست. پس این روش کار. مولتیمتر رو در حالت آمپر میذارم. پراپ قرمز از اینجا جدا کردم گذاشتم اینجا. حالا ورودی میزنم اینجا به پراپ های مولتیمتر. سیم مثبت باتری که از اینجا داره میاد میزنم به یک پراپ. کلید رو میزنم. الان باتری این لامپ رو روشن کرده. دقت بفرمایید آمپر رو 222 میلی. این علامت منفی به خاطر پراپ است. اجازه بدین تغییرش بدم. 223. این جریانیه که داره از مدار عبور میکنه و لامپ داره اونو مصرف میکنه. حالا میخوام شارژر رو اینجا متصل کنم. باتری تقریبا خالیه. حدودا 3.3 ولت داشت. دقت بفرمایید 569. ماژول داره داغ میشه. مصرف کننده یا بار یا لود روشنه. میخوام اینو خاموش کنم. 657. پس با جریان بیشتری داره باتری رو شارژ میکنه. حالا باتری دوم. منفی رو به منفی، مثبت هم میزنم به مثبت. جریان شارژ رو دقت بفرمایید. 633. حالا باتری دوم رو در میارم. اختلاف خیلی کمی داره. بس این ماژول میتونه دوتا باتری رو همزمان شارژ کنه. دقت بفرمایید. 604. حالا میخوام لود رو روشن کنم. جریان شارژ کاهش پیدا کرد. همزمان دو باتری رو داره شارژ میکنه. یک باتری رو خارج میکنم. دوباره متصل میکنم. به مولتی متر دقت بفرمایید. پس تغییرات زیادی به ما نشون نمیده. به تدریج که باتری داره شارژ میشه، جریان شارژ داره کاهش پیدا میکنه. حالا باتری دوم رو خارج میکنم. جریان شارژ بالاتر میره. حالا میریم مقاومت رو تعویض کنیم. خب این مقاومت R3 هست. یک طرفش به پای دو متصله، طرف دیگه به گراند. یک مقاومت 10 کیلو برمیدارم، یک طرفش رو به گراند و طرف دیگر رو به پای 2 آیسی لحیم میکنم. ببینیم جریان شارژ تغییر میکنه یا نه. من این مقاومت رو خارج کردم، 1.2 کیلو، و یک مقاومت دیپ گذاشتم 10 کیلو رو پای 2 آیسی و گراند. حالا بریم آزمایش رو ادامه بدیم. باتری همون باتری، فقط مقاومت تغییر کرده. حالا مولتیمتر رو متصل میکنم. مولتیمتر در حالت آمپر هست. 225 هزارم. حالا میخوام شارژر رو متصل کنم. علامت منفی رو بردارم، جای پراپا رو عوض کنم تا درست نشون بده. 226. حالا شارژر رو متصل کنم. میخوام ببینیم جریان شارژ باتری محدود شده یا نه. بله کاملا محدود کرد. 128 هزارم. پس تغییر این مقاومت جریان شارژ رو محدود میکنه. حالا میخوام باتری دوم رو متصل کنم. منفی به منفی، باتری اینجاست. مثبت هم به مثبت. دارم دوتا باتری رو موازی میکنم. مقدار کمی افزایش پیدا کرد. در تئوری گفته میشه شما اگر جریان شارژ رو کاهش بدید، عمر باتری افزایش پیدا میکنه. بازم تاکید میکنم بحث تئوری یه چیزه، بحث عملی چیز دیگه. باید حتما تجربه کنید، آزمایشات رو انجام بدید و نتایج رو ببینید. در الکترونیک نتیجه کار با تجربه هستش. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.